پشت پرده قطع برق. دولت پزشکیان به طور رسمی برق مردم را قطع کرد و در نقش دایه مهربانتر از مادر بهانه آورد که به فکر سلامت مردم است. در پاسخ چرای این اقدام ضد مردمی، پزشکیان مدعی می شود می خواهد مازوت سوزی در نیروگاه ها را متوقف کند تا سم به ریه مردم نرود. اما باندهای نظام دست پزشکیان را رو کردند و گفتند علت خاموشی ها نبود گازوئیل در مخازن نیروگاه هاست و قطع مازوت سوزی بهانه است. نگاهی به درصد سوخت های استفاده شده در نیروگاه های فرسوده ایران بیشتر نشان می دهد که موضوع عدم اختصاص بودجه برای تامین گازوئیل است، نه قطع مازوت سوزی. آماری که روزنامه حکومتی فرهیختگان منتشر کرد، موجودی گازوئیل در نیروگاه شمال شرق شهریور 30%، آبان 27%، موجودی گازوئیل در نیروگاه شمال غرب شهریور 53%، آبان 20%، موجودی گازوئیل در نیروگاه شمال مرکز شهریور 51%، آبان 34%، موجودی گازوئیل در نیروگاه سایر مناطق شهریور 52%، آبان 41%. همین آمار منتشر شده رسمی نشان می‌دهد در شهریور ماه در بهترین حالت میزان گازوئیل در مخازن نیروگاه‌های برق تنها 53% بوده، اما همین میزان هم با افت حدودی 20% به حدود 35% در آبان ماه کاهش یافته. البته سوال این است چگونه در ایرانی که دومین دارنده اقیانوس گاز و چهارمین دارنده نفت جهان است نیروگاه های برقش سوخ ندارند و قیمت آن را مردم با قطعی برق باید بدهند؟ نکند سرمایه های هنگفت ناشی از نفت و گاز ایران به جای دیگری می رود؟